مسئولین قماندانی امنیت کندوز 1.5 تن مواد مخدر را به آتش کشیدند. مسئولین قماندانی امنیت کندوز میگویند که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی 1.5 تن مواد مخدر را از بخش‌های مختلف این ولایت گردآوری و حریق کردند. به گفته آنان این مواد شامل شراب، تابلتکا، شیشه، چرس و دیگر مواد میشوند که حریق شده است. سمنوال ملا عبدالعزیز خیبر، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت کندوز میگوید که پس از سقوط حکومت پیشین تا حال 1.5 تن مواد مخدر مختلف النوع را از بخش های مختلف این ولایت جمع‌آوری و حریق کردند. 1.5 تن از این دکه شراب دی، دکه تبلت کدی، چرز دی، شیشه دا، هیروین دا، دغس مختلف النوع از لکه تریاک، چرز دا شمول دغا طول من دغا مواد صدا جمع کریم دو تموسیم حریق کرد. در همین حال، شماری از شهروندان کندوز و معتادین از حکومت سرپرست می خواهند تا با فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی کنند. مواد چه خرسی باید دیو مخوونی ولسی چه دا ورنیسی با پودریان با دا کم زایسی دا با عرص سمسی چه دیو مخوونی سی عرص با امن راسی باید دیو سر ستانی چلن وسی. الحمدلله دغه ثانیه شهیدم چې دلته زه ولاړم دغه مواد مخدر چې نن نیول شوی دی او قمندان د امنی دلته راوړي او دوی ورته نن سپځلی دي اورې ولا اچولی دی. نو زه دغه غواړم امارت اسلامي افغانستان څخه چې دوی کوشش وکړي دغه مجرمین ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري او قانوني چلن ورسره وکړي. ما میخواهیم از حکومت کې برادر امی مواد فروشا را کلګیشان دستگیر کنه او به چنګال قانون بسپاره تا که ما مردم پس به زندگی دوباره خود بر بگردیم و یک زندگی مرفع و جاودان پیش روی بگیریم و از یک طریق رشته های پاک اسلامی برادر قن مظهر خدمت خانه و فامیل و محیط و منطقه خود شویم. آرزوی ما کل این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، رهبر امارت اسلامی بر مبارزه جدی در برابر قاچاق، کشت و فروش مواد مخدر تاکید جدی کرده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.